وقتی که بابا برامون خونه بگیره، برای تو اسباب بازی بخره، مدرسه ثبت نامت کنه، بعد میاد میبرتم. هنوز خبری نشده. اگه قرار باشه به این زودی ها بر نگرده، مجبورم برای بچه داری ازت پول بگیرم. باشه، میبینمت. مرداد داداش چطوری پسر؟ خوشحالم کردی؟ کی اومدی؟ همین الان اومدم از ترمینال، جایی نداشتم اومدم اینجا. چرا زنگ نزدی داری میای؟ میومدم ترمینال دنبالت. میخواستم زنگ بزنم اما پول نداشتم. بیا تو چمدونات کو. باشه حالا بعدم بهت میگم. بنرمون بردو. خوش آمدی. زنه تو دیدی؟ نه، جرأت خونه رفتن نداره. چی شده مرداد؟ نباید به برام اطمینان میکردم. نامرد همه پولام به باد داد. یعنی چی؟ باور کن مرداد، یه ساعتی میرم اونا رو میبینم و برمیگردم. خیلی دلشوره دارم، اگه خودم باد بیام خیالم جمع‌تره. نه بابا، اونا گفتن کسی دیگه رو بیاری معامله به هم میخوره. باید تنهای برم. چطور تونستی دست همه پولا رو به باد بدی؟ حالا من جواب شهره رو چی بدم؟ مگه من کف دستم بو کرده بودم ناکلا بردارم؟ تازه پول تو نبود، پول منم بود. شانس آوردی که فامیل همی، ولی خودم همینجا میکشتمت. خواستم خودم بکشم، اما نمیخواستم دخترم بدون بابا بزرگ بشه. بعد چی کار کردی؟ میخواستی چی کار کنم؟ برام زندگیمو سیاه کرده بود، ولش کردم و اومدم. اما حالا هر کاری میکنم نمیتونم با شرایط رو بشم. برم بهش چی بگم؟ بگم همه چیزو باختم و برگشتم؟ پاشو بریم خونت، زن و بچه‌ات منتظرن. اول بریم خرید سوغاتی. گفتم که پولی ندارم، هیچی، حتی ساعت و انگشترم هم فروختم. گفتم که بریم، من و تو که نداریم. بعد از این همه سال رفاقت نمیتونم یه قدم برای بهترین دوستم بردارم. پاشو به زنت میگی چی شده؟ چطور میتونم؟ خیلی شرمنده. اینو داشته باش. مرسی. خیلی ممنون. حرفشو نزن. خدافظ. خیلی دلم می‌خواست دعوتت کنم بالا، ولی خودت که میدونی. میدونم. نگران نباش. خدافظ. خدافظ. سلام، من اومدم. بابا، عسل بابا.
بیا ببینم. سلام. سلام، خوبی تو؟ چطوری؟ مرسی، خوبه. خوش اومدی. مرسی. چی شده؟ هیچیه، دو روزی تو را بودم، خیلی خستم. وسایلات کو؟ فعلا حال و حوصله سوال جواب ندارم، بذار باشه واسه بعد. حتما ازت زدم. گفتم که خیلی خسته و گرسنه. بذار یه استراحت کنم، یه نفسی تازه کنم، بعد با هم حرف میزنیم. میرم برات یه ذره غذا آماده کنم تا اینکه یه ذره استراحت کنی و خستگی در بره. بابا خون نگو. بشین غذا تو بخور بچه. تو نمیخوای با ما حرف بزنی؟ میذاری یه لقمه غذا بخوریم یا نه؟ دست پیش میگیری که پس نیافتی؟ بذاری لقمه نون زهرمار کنی، بعد کافی یه مدت کشیدن، تو دیگه دست سرم وردار. تو انگار نمیخوای دست ما رو بگیری ببری، درسته؟ با پولا چیکار کردی؟ رفتی دادی برای مشروب و گله تللی؟ یا یعنی که توی قمار رو دست دادی؟ بهرام همه پولا رو از دست داد. چی؟ پولا رو از دست داد یا یعنی که خودش بالا کشی؟ از جونم چی میخوای؟ بذار یه نفسی تازه کنم بعد بیافت به جونم. عجب غلطی کردم اومدم خونه ها. خودت میدونی از جونت چی میخوام. منو که بدبخت کردی، حداقل بچه‌تو خوشبخت کن. دست از سرم بردار زن، کار دستت میده. چی میشه؟ بدتر از این که نمیشه که. این مدت خودم زندگیمو چرخوندم. تمام این مدت منتظر اومدنش بودم، اما حالا که اومده آرزو میکنم که یک کاش نمی اومد. وقتی نبود یه بدبختی داشتم، حالا که اومده صد تا. مردا همشون همینطورن، همشون از یه قماشن، میرن استانبول عشق حالشون رو میکنن، کفگیرشون که به ته دیگ میخوره تازه فیلشون یاد هندستون میکنه. از همون موقع که ازدواج کردیم همه فکر و ذکرش خارج رفتن بود. بعدم اینکه این فامیل آشغالش مغزش رو شستشو داد و همه چی رو فروخت و رفت استانبول. از همون اول نباید به حرف این پسر گوش میداد. از اول بهش گفتی که این پسر اعتماد نکنه، درسته؟ من فکر میکنم مشکل اصلی همینه که اون اصلا به تو گوش نمیکنه. همش میخواد هر خودشو بتازونه. نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزم یا سمن. نمیخوام مریم مثل من بدبخت بزرگ بشه. تو باید خیلی زرنگتر از اون باشی. مواظب باش اون چیزی که داری نفروشه و خرج خودش کنه. فکر میکنم همش باید کار کنم و این زندگی رو بچرخونم. میدونی باید چی کار کنی؟ فکر میکنم باید بری فالبینی رو ببینی. یه فالگیر خوب سراغ دارم که ردخور نداره. بیا برو اونو ببین، شاید دوای دردت بشه. بعد یه خورده گرونه. اگر مشکل زندگیمو بگه اونش مهم نیست. خوابیده. زود اومدی، کار پیدا کردی؟ نه هنوز پیدا نکردم. عجله نکن، پیدا میشه. فایزر طول داره. چقدر طول میکشه؟ وقتی نداریم، معلوم نیست فردا چی بشه. حالا داری چی کار میکنی؟ یه سفارش بزرگ گرفتم که اگه تا پنجشنبه تموم بشه پول خوبی گیرم میاد. تو که کار پیدا نکردی برای چی اومدی خونه؟ انقدر سر به سرم نذار بابا، خستم. از صبح تا حالا انقدر راه رفتم پدرم در اومده. حالا اومدم تو خونه دخترم ببینم، استراحت کنم، میفهمی؟ شاید بهتر باشه که اول یه فکری بکنی برای مواظبت بچه‌ت. به جای اینکه انقدر غرغر کنی باشه چای بده بخوری. به من چه؟ مای دست خودت شکسته، پشت برو بردار. الو. سلام، چطوری؟ خوبی؟ نشسته بودم. باشه، حالا میبینم. خدافظ. کی بود؟ هیچ کس.
خوبی؟ آره. پابوس دیدی؟ نه چیزی نیست. سلام. بعد امروز ببینم تو با حرف بزنم. همه اون کاری که گفتی دیشب انجام دادم. اتفاق خیلی عجیبی افتاد. از پشت تلفن نمیشه گفت، باید ببینمت. باشه پس ببینمت، خداحافظ. الان میدم. دستت چطوره؟ هنوز درد میکنه. میخوای ببرم درمونگاه؟ نه، نمیخوام خرج اضافه کنم، خودش خوب میشه. مهرداد کجاست؟ رفته سر کار؟ نه بابا، اون بیکار و دوله است، حتما با دوستاشه. رفتم پیش فالگیره. خب چی گفت؟ گفت که مهرداد مرد زندگی نیست و باید ولش کنم. راستی؟ نمیدونم، شاید فالگیره اشتباه میکنه. تلفن‌های مرموز میزنه، شبا دیر میاد خونه، وقتی هم که میاد میگه شام خوردم. خنده شده مال مردم و غم و غصه شده مال ما. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. داستان تو شده مثل داستان شهین. کدوم شهین؟ همسایه قبلیمون. بیچاره بعد از یه مدت فهمید که شوهر زیر سرش بلند شده و رفته یه دختر پولدار بدقواره ترشیده رو تور کرده و بعدم باهاش ازدواج کرد. ایشالله که مهرداد اینطور نیست. وقتی که مهرداد از اینجا رفت خیلی برام سخت بود. اما دلم خوش بود که لاغل ما هم میریم. حتی وقتی که دست از پا دراستر برگشت دلم خوش بود که دخترم بدون بابا بزرگ نمیشه. هیچی نباشه سایش بالا سرمونه. اما حالا نمیدونم باید چی کار کنم. چطور میتونم برم و بچه‌ام پیش این تن پرور بذارم؟ چی کار میکنی دختر؟ با این دستت که نمیتونی کار کنی. بعد کار کنم شکم بچه‌ام رو سیر کنم. به شکمت صابون نزن که شام نداریم. این موقع شب رستوران هم غذا ندارم. همون جایی که بودی این شامت هم میخوردی. شام خوردن دستت چی شده؟ به تو ربطی نداره. کجا بودی؟ پی کار و زندگی. شام کجا خوردی؟ خونه دوستان. خوشب همونجا میخوابیدی؟ اتفاقا بهم گفتن شب بمون. من گفتم نه. حالا که اینجور شد دفعه بعد میمونم. چی شده عزیزم؟ مامان داده. آره قربونت برم، اومده؟ مرمده. نه الان نه، بگی بخواب، چیزی نشده. تموم شد؟ خیلی زیاده، فکر نمی کنم تموم بشه. الو، سلام، خوبی؟ باشه، خودت که میدونی. چی؟ خیلی خوبه، ساعت 4 عالیه، میبینم.
کیه؟ سلام. کجا بودی؟ بیرون. این بیرون اسم نداره؟ نه. حتما مثل همیشه بیرون بهت شام داده. شام؟ نه. به شکمت صابون نزن. با این خرجی که تو داری میدی من یه تیکه نونم نمیتونم برات آماده کنم. ببخش عزیزم، میدونم که برات شوهر خوبی نبودم. یه مدت بجز دردسر و بدبختی هیچ چیز دیگه برات نداشتم. متاسفم اون قولایی که روز عروسی بهت دادم هیچ کدوم انجام ندادم. ایشالله یه کار جدید پیدا میکنم و جبران رو گذشتر میکنم. چی؟ معذرت خواست؟ باور کن به جون تو. حتما کاسه زیر نیم کاسه است، وگرنه چرا باید معذرت بخواد؟ از که تال آقا به احساس تو اهمیت میده؟ راست گفتی، یه زن تو اون خونه بود، نمیدونم چه خبره. رفتی تو؟ نه نتونستم، پاهم یاری نداد. باید بری قربونت. دفعه دیگه که رفت اونجا یکم صبر کن، بعد زنگو بزن و برو تو، آبروی هر دوشونو ببر تا درس عبرتی باشه برای اونا و دیگران. نمیدونم. باید بری، اصلا دفعه دیگه منم همراهت میام. خب منتظر چی هستی؟ برو تو دیگه. اگر دیدی تا نیم ساعت دیگه نیومدم برو دنبال مریم. مریم خونه همسایه است، میخوان برن مهمونی. بله؟ مرداد اینجاست؟ شما؟ من زنشم. بفرمایید تو. سلام. این مرتیکه کجاست؟ مهرداد تو چطور تونستی با من و بچت این کارو بکنی؟ شهر اینجا رو چطور پیدا کردی؟ مهم نیست. سیاوش این چه بسیه اینجا رو انداختی؟ اینا همشون دوستای منن. بسته بابا. چیکار میکنی؟ بابا ولم کن، بسته دیگه. اگه بهم فرصت بدی همه چی رو برای توضیح میدم. چرا میخوای توضیح بدی؟ اینکه وقتتو با کافر رو میگذرونی؟ آخ من باید جون بکنم و یه لقمه نون آماده کنم تا شکم شما رو سیر کنم. ازت واقعا معذرت میخوام اگه باعث شدم که اینجوری فکر کنی، اما یه مدت خیلی دنبال کار گشتم، هیچ کاری پیدا نکردم. خواهش میکنم لااقل گوش کن چی میگم. این یه مدت به همه ما خیلی سخت گذشته. خیلی وقت دارم فکر میکنم که دلیل این سختی ها بدبختی ها چیه. خب حرفتو بزن. وقتی از ترکیه برگشتم هیچ امیدی نداشتم. تنها امیدم دیدن تو و مریم بود. حالا هم که بعد از این همه مدت دست از پا درازتر برگشتم خیلی ناراحتم. نمیدونستم چی کار کنم. تنها کسی که به فکرم رسید سیاوش دوست دوران مدرسه‌ام بود که میتونست بهم کمک کنه. همه این سوغاتیار سیاوش خرید. توی یه مدت سیاوش برای من خیلی زحمت کشید. هر روز با تلفن با من در تماس بود، بلکه بتونه یه کاری برام پیدا کنه. پس چرا محض رضای خدا نمیگفتی که با سیاوش تلفنی حرف میزنی؟ آخه میدونستم از سیاوش چقدر متنفری. نمیخواستم یه جنجال جدیدی شروع بشه. تو فکر میکنی که سیاوش کافره، ولی اینطور نیست. اون بود که چش من رو به خدا باز کرد. زندگیم سیاه شده، خونوادم داره از هم میپاشه، قلبم شکسته و دوره افتم کاسه چکنم دستم گرفتم. نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزم. هیچ کس نمیتونه این مشکلاتی رو که میگی حل کنه. فقط یه راه وجود داره، باید از خدا کمک بخوای. فقط باید بدونی که دیگه هیچ کاری از دستت بر نمیاد. فکر و ذکرت به خدا باشه،
نه به قوت و عقل خودت. خدای منو ببخش. میدونم که تو زندگیم خیلی اشتباه کردم. از همه بدتر از تو دور شده بودم. خدای من به کمکت احتیاج دارم. بدون یاری تو هیچ کاری از دستم بر نمیاد. تو بدبختی های منو میدونی و از همه چی خبر داری. التماس میکنم که نشونم بدی باید چی کار کنم. اون شب خوابی دیدم، صدای دلنواز اما قوی شنیدم که قلبم رو لمس کرد. کلماتی که شنیدم کلماتی بود که واقعا به اونها احتیاج داشتم. بعد امروز ببینم تو باهات حرف بزنم. همه اون کاری که گفتی دیشب انجام دادم. اتفاق خیلی عجیبی افتاد. جدی؟ چی شده؟ از پشت تلفن نمیشه گفت، باید ببینمت. باشه، اینجا میبینمت. باشه پس ببینمت، خداحافظ. میشه این از طرف خدا باشه؟ خواب میتونه انسانو به بیراهه بکشه. گاهی مردم اونقدر پایبند خواب و رویا میشن که خواب و رویا راه زندگی براشون میشه. اما خوابی که تو دیدی و کلماتی که شنیدی کلمات خداست، چون من قبلا اونا رو شنیدم. قبلا شنیدی؟ آره. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و من شما رو آرامی خواهم بخشید. این دقیقا همون خوابیه که من دیدم. این چیه؟ کتاب مقدسه. یعنی خواب من تو کتاب مقدس بوده؟ چطور امکان داره؟ خدا تو کتاب مقدس با انسان صحبت کرده و این کتاب پیغام خداست. اما این تحریف شده. کی تحریف شده؟ کی تحریفش کرده؟ چطور خدا اجازه میده کسی دست به کلامش دراز کنه و اونو تغییر بده؟ اگه خدا نتونه از کلامش مراقبت کنه، چطور میتونه از من و دیگران مراقبت کنه و مواظب این دنیا باشه؟ خب یه بار کی بگو مسیح شدی و خلاصم کن. به همین سادگی هم نبود. اون روز یه سی توی قلبم عوض شد. نمیدونم چی بود، ولی توی ذهنم سوالای زیادی به وجود اومد. آخه این چطور ممکنه؟ مسیح مال غربه، ما رو به غرب چی کار؟ مسیح پیغمبر خارجی هست. مسیح بالاتر از یه پیغمبر بود. معجزاتی که مسیح انجام داد تا به حال کسی دیگه انجام نداده. اما عکسای عیسی رو نگاه کن، همشون عیسی رو متلایی و چشابی نشون میدن. عیسی پیغمبر غربیاست. نه دیگه، عیسی تو همین خاورمیانه متولد شد و بزرگ شد، تو شهر بیت لحم. عیسی مسیح فرستاده شده یا همین آب و خاکه. راستیتش این غربیان که به دنبال دین خاورمیانه یا هستن. اما مسیحیان میگن که عیسی پسر خداست. اینو چی میگی؟ این هم مسئله خیلی بزرگیه. لقب پسر یا فرزند چیزی نیست که فقط مسیحی از اون استفاده کنن. تو نوشته‌های باستانی هم از این لقب‌ها استفاده شده. مثلا وقتی میگن پسران آفتاب یا پسران نور، یعنی افرادی که صفات و رفتارشون مثل آفتاب یا نوره. تازه کتاب مقدس میگه که همه پیروان مسیح پسران خدایند. یعنی ایمانداران به مسیح خصوصیات و رفتارشون مثل خداست. الهیه، خداییه. وقتی کتاب مقدس میگه عیسی مسیح پسر خداست، نه اینی که خدا و مریم با هم بودن، نه، این کفره. یعنی اینکه در رفتارش، گفتارش، کردارش، افکارش همه و همه همچون خداست. پس مسئله سه خدایی بودن مسیح یا چی میشه؟ تمام پیروان عیسی یهودیان مذهبی بودن. نسبت به خدای ابراهیم، موسی، داوود غیرتی بودن. امکان نداشت این پیروان از یک تا پرستی به چند خدا پرستی ایمان بیارن. امکان داشت بت پرستان چنین ایمانی رو باور کنن، اما نه پیروان موسی. تازه یه روز از عیسی مسیح پرسیدن بزرگترین حکم کدومه؟ گفت خداوند خدای واحده. مسیحیت یعنی یک تا پرستی و غیر از این شرکه. خیلی جالبه، تا حالا همچین چیزی اصلا نشنیده بودم. تمام این مطالبی رو که بهت میگم از کتاب مقدس اومده. شناخت کامل خدا جز اسراره. خدا همه اسرارشو به ما انسانا نداده. همین مقدار که لازم دونسته در کلامش کتاب مقدس گفته. روزی که با او رو در رو بشیم خیلی از اسرار الهی رو متوجه میشیم.
اما یکی از زیباترین اسرار الهی که برای ما باز شده و کتاب مقدس اونو میگه نیکویی و محبت خداست. خدا محبته، عادله، به همین خاطر بهترینا رو برای پیروانش و ما فرزندانش میخواد. خدایا میخوام اونجور که تو هستی تو رو بشناسم. من رو توی راه یاری کن. مدت هاست که شب و روز نزد خدا التماس کردم و کلام اونو مطالعه کردم. با تمام وجودم میخواستم که حق رو بشناسم، خدا رو بشناسم و راه حقیقت رو پیدا کنم. همینطور که تو خیابون قدم میزدم شروع کردم به دعا کردن. احساس میکردم که اونجا خدا با منه. احساس تو خالی نبود، بلکه اون آگاهی که از کتاب مقدس گرفته بودم موجب این احساس شده بود. درسته که دیگه خوابی ندیدم، اما با مطالعه بیشتر کلام شناختم نسبت به خدا زیاد شد. خدا در ابتدا انسان رو خلق کرد، انسان رو آفرید. هدف و نقشه خدا این بود که انسان با خدا مصاحبت داشته باشه و مشارکت داشته باشه و نقشه خدا این بود که انسان حیات ابدی رو داشته باشه. خدا انسان رو در باغ عدن قرار داد با اراده آزاد که از هر کدام از میوه‌های باغ عدن بخوره، فقط یک میوه رو منع کرد. انسان تصمیم گرفت که نااطاعتی کنه و از میوه ممنوعه بخوره. بدین وسیله انسان گناه کرد و از حضور خدا رانده شد، سقوط کرد و با نااطاعتی انسان گناه وارد دنیا شد. کلام خدا میگه مزد گناه مرگه، مرگ ابدی. کلام خدا میگه که همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. بدین شکل فاصله افتاد، جدایی افتاد بین انسان و خدا. انسان سعی کرد با مذهب خودش رو به خدا برسونه، به جایگاه اولیه خودش، اما نتونست. انسان سعی کرد مجدداً با نگه داشتن شریعت خودش رو به حضور خدا برسونه، نتونست. کلام خدا میگه که هیچ کس با انجام شریعت عادل شمارده نمیشه. انسان سعی کرد با اعمال نیکو، اعمال خوب، مثل انجام دادن کارهای خوب، کمک به دیگران، خودشو به حضور خدا برسونه، ولی خب بازم نتونست. کلام خدا صراحتاً میگه که انسان با مذهب، شریعت، کارهای خوب نمیتونه به حضور خدا بیاد، چون کلام خدا میگه که عادل به ایمان زیست میکنه، زندگی میکنه. دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود، لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. اینجا میبینیم که این فاصله گناهه و گناه و خطایای انسان باعث شد که فاصله بین انسان و خدا بیفته، که ما انسان ها نتونیم روی خدا را ببینیم و صدای خدا را بشنویم. و چون این خطا به ضد خدا بود، این گناه، خدا خودش باید قدمی بر می داشت برای برداشتن این فاصله. چون ذات خدا محبته، خدا این قدم رو برداشت تا فاصله رو برداره. و چون مزد گناه موته، باید کسی قربانی می شد. خدا عیسی مسیح رو فرستاد روی صلیب تا با مرگش روی صلیب گناهان بشر رو برداره. کلام خدا میگه خدا مردم جهان اونقدر محبت کرد که عیسی مسیح را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. عیسی مسیح میگه هر که به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودان داره، در داوری نمیافته بلکه از مرگ ابدی به حیات ابدی منتقل میشه. و با شنیدن کلام خدا و ایمان به عیسی مسیح و کارش روی صلیب میشه حیات ابدی رو داشته باشیم.
تو میخوای حیات ابدی رو داشته باشی؟ آره حتما. خب الان تو کلام خدا رو شنیدی، آیا ایمان داری به عیسی مسیح؟ ایمان چیه؟ اعتقاد به این که گناهکاری، اعتراف به گناهت میکنی و اعتراف میکنی که گناهکار بودی و عیسی مسیح با مرگش روی صلیب کفاره گناهان تو شد. چجوری میتونم این کار رو انجام بدم؟ دعا کنی. دعا چجوری انجام میشه؟ دعا چیه؟ صحبت کردن با خدا. دعا میکنیم. میتونی بعد از من تکرار کنی. خدایا اعتراف میکنم که گناهکارم. خدایا اعتراف میکنم که گناهکارم. و گناهان بد بسیاری انجام دادم. و گناهان بد بسیاری انجام دادم. توبه میکنم از گناهانم. توبه میکنم از گناهانم. به من کمک کن تا دیگه گناه نکنم. به من کمک کن که دیگه گناه نکنم. ایمان دارم که عیسی مسیح، ایمان دارم که عیسی مسیح بر روی صلیب با خون پاکش گناهان مرا شست. بر روی صلیب با خون پاکش گناهان مرا شست. و قربانی گناه من شد. و قربانی گناه من شد. به من کمک کن تا پیرو امینی برای تو باشم. به من کمک کن تا پیرو امینی با تو برای تو باشم. ای خدا جون، متشکرم برای اینکه من نجات دادی. خدا جون، ای خدا جون، میخوام به من و خانوادم آرامش بدی. تو از همه مشکلات من خبر داری. تو خودت به من کمک کن. ای خدا جون، ازت خواهش میکنم، کمک کن تو به من. من همه چی رو خودت میسپارم و میخوام تو خودت همراه من باشی همه جا. به نام عیسی مسیح، آمین. میدونم که نمیتونی همه این چیزایی که گفتم یک جا متوجه بشی، اما امیدوارم که درک کنی توی این مدت من چی کشیدم. من خالصانه به دنبال خدا رفتم و خدا به داد من رسید و خودش رو به من نشون داد و آرزوی قلبی من اینه اون چیزی رو که من دیدم تو هم ببین. کی بود؟ بهرامه. همین الان نترمینال مستقیم بدم اینجا، جای دیگه نداشتم که برم. این حرفا چیه؟ بیا تو در بدر بده، حالا هرچی همشه تو فامیل مایی بی تو. بهرام چطور جرأت میکنی پاتو بذاری تو خونه ای من؟ هرچی همشه اون فامیل ماست، ما باید بهش کمک کنیم. باورم نمیشه، شوهرم شده دشمن جونم. خودت میدونی داری چیکار میکنی؟ مامان بس بچه دیگه، دست از سرم ورده، برو تو اتاقت. خیلی خستم، خیلی خستم. مهرداد منو ببخش، من نمیخواستم پولات از دست بدم. میرم تو از قصد این کار را کردی. مهم اینه که الان صحیح و سالم برگشتی. بیا بیبریم بشیم. بیا مالم. نه عزیزم، جایی نمیرم. قول میدیم؟ آره قول میدم. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. خدایا همونطور که قلب شوهر منو لمس کردی، قلب منم لمس کن. چمدون تو بستی؟ نه دیگه نمیرم. چی؟ مطمئنی دختر؟ حتی اگه آقا عاشق ماشق هم نباشه رفتارش خیلی عجیب و غریبه. آره این اون چیزی نیست که من فکر میکردم. این اتفاقی که افتاده اونقدر هم بد نیست. خوبه، ببخشید من باید برم. تنها چیزی که من خیلی ناراحت میکنه آزرده شدن توه و اینکه همه نقشه‌هات براب شد. ولی قول میدم سال دیگه همین موقع تو اروپا برات یه خونه بگیرم و زندگیتو پر خوشحالی کنم و همه ناراحتی‌ها رو از زندگیت بیرون کنم. خ...
خونه چیه؟ جایی که آدماش برامون مهمه. زندگی بهتر چیه؟ پول و راحتی تحصیل بچه چیه؟ ما باید صبح تا شب کار بکنیم تا اینکه بتونیم اینا رو به دست بیاریم، غافل از اینکه اصل مطلب رو فراموش کردیم. Thank you.